فراز سالهاست با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. این مشکلات آذر سال گذشته زمانی که مسئله ترک کوهستان بالادست روستای آبرکس مطرح شد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این بار قوی تر از گذشته این محور و مسئله های ریز و درشت و نقاط حادثه خیزش بر سر زبونا افتاد. مشکلاتی که هر کدوم به تنهایی هر نقطه از حراز رو میتونن به جاده مرگ تبدیل کنن. مسئولین منطقه میگن حدود 32 نقطه حادثه خیز در محور حراز یعنی تهران آمل شناسایی شده که برای برطرف کردنشون از ترک کوهستان جاده حراز گرفته تا تپه هایی که دید راننده ها رو گرفته و گالری‌ها یا فنس هایی که جاشون دور تا دور جداره کوه‌ها خالیه، برای جلوگیری از ریزش کوه و سنگ‌ها باید توجه‌های لازم انجام بشه. اتفاقی که هنوز به نظر میرسه اعتبار و توجه کافی بهش نشده. همه راننده‌ها مثل من احساس خطر می‌کنن، ولی خب چاره‌ای نیست، شغلمونه، باید تردد کنیم. کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد از ریزش کوه و اون شکافی که به کوهای جاده حراز به وجود اومده بود. طبیعتا همه راننده مثل من احساس خطر میکنند، ولی پیگیر اخبار میشیم، گاهن هم از شبکه های مجازی میشنویم، گاهن هم اخبار رسمی رو رصد میکنیم، ولی متاسفانه تحرکی از کسایی که باید وظیفهشون این کار انجام بدن ندیدیم. گزارش رو که از در واقع مرکز ساری به من دادن، بس در واقع ریزش خاک بود. ظاهرا یه معدنی اونجا هستش، این معدن ظاهرا مثل که معدن اون استان اواخر اسفندمان دیگه اجازه فعالیت بهشون نمیدن، مثل که یه چند روزی تعطیل میشن. این ریزش خاک به این دلیل بوده که اینا اومدن یه رمپ معدنی داشتن، اون رمپ رو ظاهرا زیر اون رمپ خالی شده بوده و میشه گفتش که یه جورایی و اصلا منطقه رو مستعد یه در واقع یه حرکت همین بحث ریزش خاک، من با توجه به این حجم رمپی که خالی شده منطقه تو بحثشی مستعد حرکت دامنه‌ای بوده. ظاهرا به یه شکل کلیدور باد هم اونجا وجود داشته که و یه اختلاف دمایی هم مثل این که حالا قبل از تو همون فروردین ما یه زمانی هوا خیلی سرد شد به -2-3 درجه رسید و بعد یه دفعه با افزایش دما روبرو شدیم. این ظاهرا باعث شده که این دونه های خاک از هم جدا بشن، همون دپویی که تو بحث معدن در واقع معدن سنگ اینا در واقع وقتی یه بخشی از اون خاکهاشون رو یه جایی ظاهرا دپو میکنن، اینا به صورت حالا مالش مارچ بندی دارن یه جوری چسبنده ان، ولی این اختلاف دمای ظاهرا و این بحث کلیدور بادی که به وجود اومده باعث شده که کل این در واقع خاکای ریزدونه شون با توجه شرایط بادی که پیش اومده و توجه به شیب منطقه باعث شده که یه دفعه اینا حرکت کنه و به سمت شیب و به سمت جاده بیاد پایین، که حالا چون خیلی هم ریزدونه بوده خاک زیادی هم ظاهرا ازش بلند شده، ولی در واقع اینا اصلا پدیده زمین لغزش نبوده، حرکت همین ریزدونه های منفصل شده از هم بوده. ظاهرا سنگ های اونجا هم واحدهای سنگشون شیل و ماسه سنگ بوده، اونجا به لحاظ شیب توپوگرافی و شیب لایه‌بندی پایدار هستش، یعنی سنگی حرکت نکرده، بستر سنگی حرکت نکرده. هر آنچه که بوده و دیده شده با توجه به اینکه ریزدونه بوده، خاکه بوده و خاک زیادی هم از به خاطر حرکت این ریزدونه‌هایی که دپو شده، به هر حال این خاک زیاد و گرد و غبار زیادی که ازش بلند شده یه مقداری خب همه رو در واقع میشه گفتش به این چالش انداخته که نکنه زمین لغزش جدیدی اینجا شکل گرفته یا مثلا حرکت دامنه‌ای بوده، ولی چنین نبوده. هر آنچه که بوده همون بحث دپوی خاکای معدنیشون بوده که حرکت کرده و به سمت جاده اومده. در حدود 2 سال میشه که توی منطقه هستم. من مشتریایی داشتم که از سال قبل میومدن پیش ما، قشنگ میتونستیم کاسبی اونو بکنیم. بعد دیدیم این اشخاص نیومدن. اون ماشینا دیگه توی مسیر ما ندیدیم. حتی کسایی بودن که بهشون زنگ زدیم، یعنی خیلی از ما راضی بودن، شماره گرفتن، آدمایی که نیم ساعت قبلش زنگ می‌زدن که آقا ما داریم میایم برای ما فلان غذا رو قشنگ آماده کنین که یه کیفیت بهتر تحویلمون بدین. بعد ما دیدیم که اون آدما دیگه نیومدن، بهشون زنگ زدیم، گفتن آقا میگن جاده حراز اوضاعش اینجوریه، ما میترسیم.
ما از سمت فیروزکو میریم دیگه، این ورام پیداشون نشد. تو طول این مدت آیا اینکه حالا مسئولانی بخوان بیان این منطقه رو بررسی بکنن یا صحبتی بشه مبنی بر اینکه حالا قرار باشه اتفاق خاصی بیفته شنیدین یا کسایی رو خودتون این منطقه به چشم دیدین؟ فقط یه چند نفری بودن که از استان اومده بودن که زمینشناس و بعد خدمت شما عرض کنم که حالا اسمشو دقیقا نمیدونم مال کدوم ارگانی چیزی بودن، اومدن رفتن بالا، بعد تازه اینا رو هم شخصا ندیدیم، از توی همین شبکه‌های مجازی دیدیم که ترک‌ها رو دیدن، گفتن این ترک‌ها از قبل بوده. محور حراز یکی از محورهای مهم کشوره و به لحاظ ساختار زمین شناسی یک ساختار فعال داره و دائما رشته کوه البرز که در این محدوده با جاده متلاقی داره دچار حرکته. این حرکت ها و فعال بودن این زمین شناسی باعث میشه که روی جاده ما تاثیرات زیادی بگذاره. هر از چندگاهی ممکن جاده نشست کنه، مقاطع رانش داشته باشیم، ریزش کوه داشته باشیم و غیره. تعریض جاده هست، در انتهای محورم سدی داره ساخته میشه، معادن زیادی مصالح داره برداشت میشه و همه اینا باعث میشه که این محور مرتباً دست خوش تغییراته. در ارتباط با اون شکافی که در محور حراز ایجاد شده بود، خب اون یک مرتبه رسانه‌ای شد و ما هم قبلاً اطلاعی نداشتیم، چون ما بدنه ترانشه ها رو از سطح جاده میتونیم ببینیم، کاری که هر سال انجام میدن و هرگاه اون بدنه نشانه های از خطرات سقوط سنگ درش دیده بشه هم کارهای ما جاده رو میبندن و عملیات لغگیری معمولا انجام میشه. ولی در اون ترک یک شکافی بالای کوه در پشت دامنه کوه با فاصله 200 متر مثلا لبه اون ترانشه وجود داشت که ما معمولا اون جاها رو خیلی بازدیدی نمی کنیم، تو برنامه ما اون جاها نیست. یه تیم هایی رفتن بازدید کردن، اظهار نظراتی کردن، توی فضای مجازی پخش شد، حتی یه عده گفتن که مخاطراتی نداره و مثلا ده ها ساله به این شکله، ممکنه تا سالهای دیگه هم هیچ اتفاقی نیفته. بعضی هم خب یه مقداری چاشنی در واقع مخاطرات بالقوه رو بهش اضافه کردن و نگرانی هایی رو ایجاد کردن. به هر ترتیب ما بازدیدهایی رو خودمون انجام دادیم. مهندس مشاوری که در محور حراز داره برای شرکت ساخت و توسعه داره مطالعاتی از زمین شناسی انجام میده، اونم در بازدید ما بود. از مرکز تحقیقات وزارت را گروه زمین شناسی اومدن، چندین بار بازدید شد، خود منم یک بار بازدید کردم. جنبندی ما به این بود که در لحظه امکان سقوط وجود نداره، فرصتی رو داریم که ما یه بررسی کاملی انجام بدیم. یه تعدادی سنگ و قطعات در لبه های ترانشه وجود داشت که اینا مستعد ریزش بودن، بکنم ظرف یک ماه جاده بسته شد و این سنگ ها آزاد شدن که خطر بالقوه حذف بشه. کاری که ما کردیم این بود که چند تا نقاط نشانه رو در اون طرفین اون شکاف ها ایجاد کردیم که این نشانه ها به صورت ماهیانه اندازه گیری بشه و مانیتور بشه ببینیم حرکتی وجود داره یا نه. و بعدش هم یه قراردادی با همون شرکت مهندس مشاور بستیم که پتانسیل حرکت این دامن رو اندازه گیری کنن، بررسی هایی رو انجام میده و به ما بگه که پتانسیل حرکت و ریزش و رانش در اینجا چقدره و آیا محور موجود باید بسته بشه یا نه. چون این سوال مهمیه که با اطلاعات موجود فعلا نمیتونیم سوال جواب بدیم. تصمیم به بستن این محور واسه یک پشتوانه توجیهی علمی قوی داشته باشه، چون هزینه های زیادی رو به مردم و جامعه تحمیل میکنه، چون توی این محور بالاخره بار و مسافر زیادی داره جابجا میشه. حتما باید این مطالعات کامل باشه تا ما به جنبندی برسیم. دانشگاه تهران هم احتمالاً درگیر این طرح میکنیم که مهندس مشاور جلساتش رو با اساتید دانشگاه تهران بگذاره، اونا با هم به یک جنبندی برسن که پشتوانه علمی این کار اصلا نه موضوع غیر فنی و سیاسی و اینا نیست، دستگاهی نیست، موضوع فنیه. تا زمانی که اون مطالعات قطعا به ما نگه که این پتانسیل بالقوه ممکنه هر لحظه ممکن ایجاد بشه یا لازم محور بسته بشه، ما هیچ پاسخی به بستن اونجا نداریم. البته یه جاده جایگزینی هم در همون محدوده شناسایی کردیم که اگر یک زمان حالا این جاده خاص فرو بریزه یا اتفاقی افتاد، امکان تعدد به صورت کنارگذر از اون نقطه وجود داره، ولی اون میتونه برای موقت و کوتاه مدت باشه. استان مازندران فقر مصالح در سطح استان داره و بیش از 90% مصالح ساختمانیشو
که مساله سنگیش رو برای پروژه ها داره از محور حراز تامین میکنه. بیش از 30 تا معدن توی این محور وجود داره که این معادن همه بخش خصوصی هستن، از وزارت صنعت مجوز میگیرن، کنترلی هم نداریم. از دست اینا خیلی شاکی هستیم، خودمون پیگیر مسائلی هستیم که این معادن باعث شدن. بعضا حتی با اون به صورت یک شهروند که از اونجا رد میشیم، وقتی نگاه میکنیم به که اینا مثلا دارن کوه رو شکاف میدن، بخش هایی رو دارن شکاف میدن که هر آن پتانسیل ریزش و فرو افتادن یک بخش توده عظیمی از کوه هست. ما بعد از اون حادثه مکاتبات مختلفی رو کردیم با استانداری مازندران، اونها باید ورود کنن. نیازهای محور حراز خیلی بیشتر از توان ماست، نیازهای مالی محور. اگه بخواییم محور رو به صورت کامل به یک شرط ایدئال برسونید چند هزار میلیارد تومان بودجه میخواد که ما در توانمون اونقدر نیست که بتونیم اینو در یک سال تامین کنیم. بنابراین اگر ما 20 سال پیش مثلا 30% یا 50% کسری بودجه داشتیم باشیم، الان 200% 300% کسری بودجه داریم. ترک کوهستان حراز نخستین هشدار رو به مسافران جاده های شمالی کشور داد. هشداری که هرچند قدیمیه، اما این امیدواری رو نشون میده که شاید از این به بعد مردم و مسئولان توجه بیشتری به چنین مشکلاتی داشته باشن. اون هم برای جاده های قدیمی که میتونن بعد از گذشت این همه سال استفاده و بهره برداری از این به بعد به عنوان جاده هایی که باید منبعی برای درآمدزایی و رفت آمد گردشگران باشه ازشون استفاده کنن و به جای اونها محورهای جایگزینی رو قرار بدن.